السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ سؤال دیگری که در قبر از ما پرسیدی میشه اینه که پیامبر تو کیست؟ تقول هو محمد علیه الصلاة والسلام. که در پاسخ میگی او محمد صلی الله علیه و سلم هست. ابن عبدالله. که فرزند عبدالله بود. ابن عبدالمطلب. فرزند عبدالمطلب. ابن هاشم. ابن هاشم. و هاشم من قریش. و هاشم از قبیله قریش بود. و قریش من العرب. و قریش از قبیله عرب بود. و العرب من ذریه اسماعیل ابن ابراهیم علیهما و علی نبینا افضل الصلاه والسلام. و عرب از تبار اسماعیل پسر ابراهیم علیهما السلام بودند و همچنین سلام و درود الله بر پیامبر ما. له من العمر 63 سنه. که 63 سال عمر کردند. 40 قبل النبوه. اون بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 40 سال از 63 سال عمر خودش رو قبل از نبوت سپری کرد. 23 نبی و رسول. و 23 سال هم رسول، نبی و فرستاده الله متعال بود. هو نبی و رسول. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نبی است و هم رسول. الى ماذا يدعو عليه الصلاه والسلام؟ دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی چه چیزی بود؟ يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. به سوی توحید دعوت میداد و از شرک بیم میداد و بر حذر می داشت. الى من بعث؟ به سوی چه کسی برانگیخته شد؟ بعث الى الثقلين الجن والانس. به سوی ثقلین یعنی همه انسان ها و جن ها مبعوث و برانگیخته شد. ما معنی هذا؟ معنی این سخن چیه؟ معنی هذا ان كل من بلغته دعوه محمد صلی الله علیه و سلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر اكبر مخلد خلد ابدی في النار، سواء كان يهودي نصراني مجوسي بوذي. معناش اینه که هر کسی که دعوت رسول خدا صلی الله علیه و علی و صحبی اجمعین بهش رسیده و ایمان نیاورده او کافر هست، غیر مسلمان هست و برای همیشه در دوزخ خواهد بود، یهودی باشد یا نصرانی باشد یا مجوسی باشد یا بودایی باشد. نعم. او غیرها من الادیان. یا مدعی پیروی از هر دین دیگری باشد. اکمل الله به الدین. هذا الدین کامل لا يستطيع احد ان يبتدع في دين الله شيئا. الله متعال به واسطه رسول خدا علیه الصلاة و السلام دین رو کامل کرده و هیچ کس بعد از او نمیتواند بیاید و بگوید که من چیزی از دین رو کامل میکنم. لم يترك شيء يقرب الى الله الا وامر به وعظم ما امر به التوحيد. هیچ موردی رو که موجب تقرب به الله متعال هست ترک و رها نکرده. ولم يترك شيء يبعد عن الله الا ونهى عنه اعظم ما نهى عنه الشرك. و هیچ موردی رو که موجب دوری از الله متعال هست ترک نکرده مگر اینکه بیان فرموده که این موجب دوری از الله متعال هست که در رأس اون شرک قرار داره. ولد بمکه و هاجر المدینه و توفی بها علیه الصلاة والسلام. رسول خدا علیه الصلاة والسلام در مکه متولد شد، به مدینه هجرت کرد و در مدینه هم وفات نمود. لان النبی صلی الله علیه وسلم بشر الحق و ما الحق البشر. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشر بودند و این وضعیت برای هر بشری است که میمیرد. اسال الله سبحانه و تعالی ان يجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه والله اعلم. از الله متعال میخوایم و مسئلت میکنیم که در بهشت برین و فردوس ما رو در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جای بده.